سرخط چند خبر مهم در لابلای گزارش ها از افغانستان و جهان. حمایت فعالان مدنی و کارشناسان افغانستان و پاکستان از گفتگوهای مستقیم صلح با طالبان افغان. تلاش کاندیدان به خاطر پیشتازی در روز بزرگ در جریان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده. گزارش از کمپاین های پیشتازان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده. و در هالیوود بزرگترین شب در سال جشن گرفته شد و ما گزارش خواهیم داشت از بررسی برگزیده های سال در سینمای آمریکایی و بخش از جهان. سلام و خسته نباشید. به برنامه خبری این ساعت از تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. امروز دوشنبه 10 ماه اوت سال 1394 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 29 ماه فوریه سال 2016 میلادی. من احمد سیرزیا به اتفاق همکارانم در نیم ساعت با شما خواهیم بود. خبرها را با گزارش از افغانستان آغاز می کنیم. عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید در عملیاتی که بر ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب داشت، سه فرمانده بزرگ طالبان کشته شده است. جنرال دوستم راه اندازی این عملیات ها را در بخش های شمال نیاز جدی میداند و از دستاوردهایش سخن میزند. خط نخست نبرد معاون نخست رئیس جمهور افغانستان. روز ششم عملیات او در جوزجان و فاریاب است. منطقه ینگی قلعه ولسوالی پشتونکوت، جایی که طالبان سالها در اینجا پایگاه داشتند. از دیشب به این طرف درگیری شدید بین نیروهای دولتی افغانستان و طالبان در اینجا جریان داره. گفته میشه که ولسوال نامنهاد طالبان شب گذشته در این عملیات کشته شده. نیروهای محلی و خیزش‌های مردمی هم در این عملیات نقش کلیدی دارند. به خاطر اینجا جنگ آمدم خط طالبان، ما جنگ میکنیم خواه؟ همیاله جنگ. مصاحبه هم برای او مهم نیست. باید بار دیگر به خط نخست نبرد برود. آهسته آهسته به خط نخست نبرد نزدیک میشویم. خانه ها همه بسته هستند و زندجانی در کوچه ها دیده نمیشود. اینجا درگیری بین نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان در ولسوالی پشتونکوت جریان داره. حکیم شما میبینید نیروهای امنیتی هم در این منطقه سنگر گرفتند. درگیری بسیار شدید است بین نیروهای امنیتی و طالبان. سربازی که دقیقه ها پیش زخم برداشته اما هنوز هم به کمک او کسی نرسیده است. کسی نیست که به داد ما برسه که ما از اینجا تا پیش محترم ببره. ظاهرا طالبان در این بخش ها پایگاه محکم دارد. از همین رو نبرد سنگین شده است. سنگینی نبردها این خانواده ها را ناگزیر به ترک خانه هایشان ساخته است. نظامیان دولتی به رهبری معاون نخست رئیس جمهور افغانستان از حضور طالبان خارجی در این نبرد سخن می زنند. امروز 18 الا 20 کیلومتر پیشروی کردیم. اما قریاجاتی که آمدین شما از میدان بر آمدین یک ده دقیقه را به طرفش کلن به دست طالب بود. تا این مطرح آل ماست در شارم بچه های ماست. طالبان در این ولسوالی تهدید بزرگ برای مرکز فاریاب شهر میمنه پنداشته می شوند. اینا با قرار معلومات ما گریخته در غارتپه ربطرائیست. آل پیدا کنم که غارتپه در خریطه در کجاست؟ و بعد دیگر امکانات هوایی بود از هوایی کار میگریم. با این همه ایجاد پایگاه های همیشگی در این بخش ها گامی دیگر است که معاون نخست افغانستان بران تاکید میکند. گامی که مرکز فاریاب را از تهدیدها بدور نگه دارد. جلال میرزاد، آشنا صدای امریکا، فاریاب. در فیسبوک تلویزیون آشنا هم از دوستان پرسیده بودیم که اگر جنرال دوستم با سایر نقاط افغانستان مثل هلمند لشکرکشی کنه چه تغییری در وضعیت جنگ و امنیت رونما میتونه شود. از جمله دوستانی که نظر داده است، نایب الله احمدی از کابل نوشته است. ایشان سه ماه پیش برای پاکسازی ترورستان، البته منظورشان جنرال دوستم است، با فاریاب رفتن، اما بعد از برگشت از فاریاب دوباره اونجا ناامن شد. فقط همین خواهد شد. آقای دوستم
کار برای محو تروریستان انجام دادن نمیتواند. عبیدالرحمن فضلی از کابل نوشته است: اگر جنرال دوستم به جنوب کشور همچو هلمند برود، تغییرات زیادی رو نبا میگردد. جنرال دوستم مرد با تدبیر در جنگ است. در عملیات اول خودش حرکت میکند تا روحیه عساکر بالا برود. از سایر دوستانی که به این سوال ما پاسخ دادند سپاسگزاریم. شما نیز میتوانید نظریاتتان را در مورد پست های این صفحه با ما و دوستانتان شریک بسازید. آدرس صفحه ما در فیسبوک facebook.com/voatvashna است. اعضای جوامع مدنی افغانستان و پاکستان از تصمیم گیری های نشست چهار جانبه صلح برای افغانستان و گفتگوی مستقیم با طالبان حمایت کردند. سومین نشست فعالان مدنی و کارشناسان سیاسی افغانستان و پاکستان امروز در کابل برگزار شد. پیش از این اولین نشست این سلسله در کابل و دوم آن در اسلام آباد برگزار شده بود. شرکت کننده ها در این نشست میگویند تلاش میکنند تا روابط میان کابل و اسلام آباد را بیشتر از این تقویت نمایند تا از همین راه برای حل مشکلات موجود در دو کشور از طریق حکومت ها راه حل دریافت گردد. بدون شک ما خوشبین هستیم که امیدوار هستیم که پاکستان بالاخره در پالیسی خود در قبال افغانستان تغییرات را به وجود بیارد، چون پالیسی های گذشتهش نه تنها که ملت ما را متضرر ساخت بلکه خودشان هم متضرر ساخته. اما تا زمانی که ما نتایج ملموس به دست نداشته باشیم، عملا ما مشاهده نکنیم که پاکستانی ها تغییر آوردن، هنوز پذیرفتن از او قبل از وقت است. در این زمان برخی از مقامات پاکستانی نیز روی اهمیت ختم جنگ از طریق مذاکرات با طالبان و آمدن صلح به منطقه تأکید کردند. توقع ما این است تا مذاکرات صلح کامیاب گردد. در این مدت جنگ بود. حالا باید از سوی طالبان یک امید صلح ارائه گردد تا مذاکرات صلح به نتیجه برسد و صلح به افغانستان بیاید. اشتراک کنندگان همچنان از گسترش فعالیت های داعش در دو کشور و منطقه ابراز نگرانی کردند. و خبر مهم هم از کشور همسایه. نتایج انتخابات شورای اسلامی یا پارلمان ایران امروز اعلام گردید و معلوم شد که اکثریت کرسی ها به اصلاح طلبان تعلق گرفته است. در مجلس خبرگان نیست که بر 828 کرسی رقابت صورت گرفت، از جمله 16 کرسی در تهران، 15 آن به طرفداران حسن روحانی رئیس جمهور ایران اختصاص یافت. بر اساس اعلام نتایج نهایی، اصلاح طلبان و میانه روها برنده تمامی 3 کرسی سهمیه تهران در مجلس شورای اسلامیان کشور شدند. نتایج اعلام شده انتخابات امروز ضربه به اصول گرایان به شمول آیت الله محمد یزدی رئیس این مجلس است که دوباره انتخاب نشد. اجزای مجلس خبرنگاران ایران برای یک دوره 8 ساله انتخاب می شوند و یک مسئولیت این مجلس انتخاب جانشین برای آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران البته در زمان لازم آن می باشد. حضور گسترده مردمی در این انتخابات به افزایش برایند قدرت و اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران منجر خواهد شد و سیاست خارجی کشور هم به طور مستقیم از این وضعیت سود خواهد برد. برنده شدن اصلاح گرایان و میاره روان در انتخابات ایران چه پیامد جدی و سرنوشت ساز برای این کشور، منطقه و در نهایت جهان خواهد داشت؟ جهت بررسی این موضوع خواستیم با محترم آرش سگارچی، همکار بخش فارسی صدای آمریکای ما که امروز در استودیو تشریف دارن و با ما هستن صحبت داشته باشیم. آقای سگارچی تشکر یک بار دیگر. برنده شدن اصلاح طلبان و یا هم میانه روها که تا حد همدستم شدن، چه پیام متفاوتی را ارسال میکنند؟ مهمترین پیامش حمایت از دولت حسن روحانی است که در دو سال اخیر درگیر مذاکرات فشرده‌ای با غرب
و آمریکا بود. اما نکته مهمتر در سیاست داخلی ایران هست، عملا اصلاح طلبها در سه انتخابات پارلمانی در ایران فرصت نداشتند که حضور داشته باشند. رد صلاحیت های گسترده بود و بعد از اون انتخابات سال 2009 که انتخابات ریاست جمهوری بود که به بحث تقلب و درگیری و اعتراض ها انجامید. اما این اولین بار هست که یک در واقع بازگشتی از سوی خیلی از مردم به انتخابات صورت گرفته. نظام تضمین کرده که نتایجی که از صندوق ها در میاد شمارش میشه و مردم با همین خاطر در انتخابات شرکت کردن. از طرف دیگه دولت حسن روحانی در سه سال گذشته با مجلسی روبرو بود که اصولگرا بودن، به دولت قبل وابسته بودن و همش مشکل داشت. اما الان با این مجلس عملا میتونه دستش بازتر باشه برای برخی اصلاحات و تغییرات اقتصادی و سیاسی در داخل کشور. تشکر. چی باعث شد که مردم متفاوت‌تر تصمیم بگیرن، متفاوت‌تر رأی بدن و اصولگرایان را که ما محافظه‌کاران میگیم اونا جایگاه متفاوت در بین مردم؟ شاید مهمترینش عملکرد همون محافظه‌کارانی که شما میگید باشه، به خاطر اینکه در 5 سال گذشته آنها دولت داشتن، اونها مجلس رو داشتن، اما عملکرد اونها به گونه‌ای بود که مردم رو متقاعد کرد که دیگه به اونها در واقع نذارن اونها برن. بخش اصلی شعار انتخاباتی این دوره این بود که نه به این جریان تندرو بگیم. دلیلش هم این هست که بعد از وقایع سال 88 یا 2009 میلادی همین مجلس شعارهای علیه مردم و رهبران معترض میداد و مردم میگفتن اگر اینها نماینده ما هستن چرا به ما علیه ما شعار میدن. یک بخشش این بود. بخش دوم اعتماد سازی بود که در 3 سال گذشته دولت حسن روحانی توانست ایجاد بکنه. وعده رفع مسائل مشکلات هسته‌ای و تحریم رو داده بود، سرانجام به نتیجه رسید و توانستن با ایالات متحده و کشورهای 5+1 عملا به توافق برسن و همین باعث شد که مردم اعتماد بکنن و این بار از لیست به در واقع چهره‌های میان رو و دولتی حمایت بکنن. عواقب چی بوده میتونن؟ بیشتر رهبران اصلاح طلبان زندانی هستن. بله. چی میشه بعد از ما میدونیم که رهبران معترض به انتخابات 2009 هنوز در بازداشت خانگی هستند. امروز محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران که در موفقیت لیست اصلاح طلبان خیلی تاثیر داشت با پیامی که داده بود، اعلام کرده امیدوار از مردم تشکر کرده و گفته امیدواریم که این نتایج انتخابات باعث بشه که سوء تفاهم ها رفع بشه و شاید اشارهش به همون بازداشت خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی که نکته جالب این است که در 6 سال گذشته اولین باره که به رغم برگزاری 2 انتخابات موسوی و کروبی رأی دادن. آقای سیگارچی یک بار دیگه تشکر. بحثا در برنامه بعدی هم دنبال میکنیم. اما در کشور دیگه همسایه افغانستان چی میگذارد؟ حکومت پاکستان ممتاز قادری، مردی که سلمان تأثیر والی سابق پنجاب را در سال 2011 کشته بود، اعدام کرد. والی پنجاب خواهان برخی اصلاحات در قوانین شدید منع توهین به مقدسات در پاکستان شده و با قوانین ذکر شده مخالفت کرده بود. ممتاز قادری که یکی از محافظین آقای تأثیر بود، او را در سال 2011 با حداقل 30 فایر مرمی در ملای عام به قتل رساند. زندان عدیاله در شهر راولپندی امروز شاهد اعدام ممتاز قادری بود. اعدام ممتاز قادری با واکنش‌های تند همراه بود و در شهرهای مختلف پاکستان امروز مظاهرات اعتراض آمیز برپا شد. بسیاری از تندروان پاکستانی قادری را یک قهرمان می‌خواندند. اما در عراق شمار کشته شدگان ناشی از 2 حمله انتحاری در شرق بغداد به 73 نفر افزایش یافته است. مقامات پلیس ضمن تایید شمار تلفات گفتند که دست کم 112 نفر دیگر در حملات شام دیروز زخمی نیز شدند. با گفته مقامات حداقل 5 نفر دیگر تاکنون ناپدید هم هستند. عملات روز یکشنبه در یک بازار مزدحم شیعیان در شهرک صدر مکبارترین حمله سال 2016 میلادی در پایتخت عراق بود است. مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته است. و در ایالات متحده آمریکا فردا روز مهم شمرده می شود که طی آن در 12 ایالت میان کاندیدان مقام ریاست جمهوری انتخابات حزبی برگزار خواهد شد. به دلیل زیاد بودن شمار ایالات در این انتخابات مقدماتی فردا را به نام سوپر تیوزدی یا سه‌شنبه خارق العاده نیز یاد می کنند. قرار است کاندیدان هر دو حزب امروز را صرف آخرین تلاش ها
جهت کسب حمایت رای دهندگان نماید. سوپر تیوزده یا سه‌شنبه که انتخابات مقدماتی و گردهمایی‌های حزبی در شمار زیادی از ایالت‌های آمریکا برگزار می‌شود، ممکن راه نامزد شدن از جانب حزب جمهوری‌خواه با مقام ریاست جمهوری را برای دونالد ترامپ هموار کند. مردم از این سیاستمداران بسیار خسته شدند. همه ایشان گپ میزنند ولی عمل نمی کنند. ما عظمت امریکا را بار دیگر زنده خواهیم ساخت. انتخابات را خواهیم برد. در میان دموکراتان، هیلری کلینتون نیز در عین موقف بوده و احتمالاً در رسیدن به نامزدی از جانب حزب دموکرات بر رقیب خود پیشی خواهد گرفت. اما رقیبش سناتور برنی ساندرز هنوز ناامید نبوده و به پخش پیامش ادامه می‌دهد. عرصه بر طبقه متوسط این کشور تنگ شده می رود. تقریبا تمام سرمایه ها به کیسه طبقه 1% ثروتمند می ریزد. در این حال، کاندیدان دیگر جمهوری خواه حداقل آرزوی جلوگیری از پیشروی های دونالد ترامپ را دارند. مارکو روبیو در تلاش است تا از موقف گیری قویش در مناظره هفته گذشته در برابر ترامپ بهره گیرد. ما اجازه نخواهیم داد که جنبش محافظه‌کار و حزب رونالد ریگان و ابراهام لینکن دستخوش یک شخص فریبکار درجه یک قرار گیرد. دونالد ترامپ نه تنها خار چشم کاندیدان حزب جمهوری خواهان می باشد، بلکه مورد انتقادات دموکراتان نیز قرار دارد. موفقیت هیلری کلینتون در انتخابات مقدماتی ایالت کارولاینای جنوبی طوری به نظر می رسد که راه فرستادن یک پیام انتخابات عمومی را برایش باز کرده است. ما نیاز برای برگشتاندن عظمت به امریکا را نداریم، زیرا عظمت امریکا هیچگاه فروکش نکرده، اما ضرورت داریم تا امریکا را بار دیگر یک کشور همشمول بسازیم. به عوض بلند کردن دیوارها، ما ضرورت به از بین بردن معانی را داریم. اما با وجود انتقادات شدید کاندیدان هر دو حزب، دونالد ترامپ توانسته است تا در صدر اخبار کشور قرار داشته و از هر نوع تاخت و تاز کاندیدان دیگر بدر آید و قرار است فردا یک بار دیگر مورد آزمایش قرار گیرد. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. یک محصل آمریکایی که در کره شمالی توقیف شده است در محضر عام اعتراف کرد که تلاش کرده تا یک لوحه شعار سیاسی را از یک هتل شهر پینگیانگ دزدی کند. اوتو وارمیر، محصل 21 ساله پوانتون ورجینیا، به خبرنگاران گفت که او این لوحه شعار سیاسی را از یک اتاق کارمندان هتل در پیونگیانگ دزدی کرده و میخواست آن را در بدل یک موتر مستعمل به یک منصوب کلیسا بدهد. این جوان آمریکایی در کره شمالی به ارتکاب عمل خصومت آمیز علیه دولت آن کشور متهم شناخته شده است. تا کنون مقامات کره شمالی نگفتند که سزای احتمالی او چه خواهد بود. و دیشب محفل اعطای جوایز اسکار بود که در آن فیلم سپاتلایت جایزه بهترین فیلم سینمایی سال را نصیب گردید. این فیلم بازتاب دهنده افتضاح سوء استفاده جنسی از اطفال در کلیساهای کاتولیک است که مستند این قضیه قبلا جایزه پولیتزر را دریافت کرده بود. در مورد این فیلم و اینکه سایر جایزه های اسکار به کیها و کدام ها تعلق گرفت، از همکارم نجیب خلیل می شنویم. فیلم سپاتلایت فعالیت خبرنگاران را نشان می دهد که در سال 2002 آشکار ساختند که چگونه مقام ها به صورت عادی گزارش ها در مورد سوء استفاده جنسی کشیش ها از ده ها طفل در کلیسا را پنهان می کردند. این فیلم در رقابت با یک تعداد فیلم های بسیار خوب دیگر مثل ریوننت، مد مکس، فیوری رود، روم و بریج آف سپایز برنده شناخته شد. این فیلم صدای شد برای قربانیان سوء استفاده جنسی و این آسکار آن صدا را نیرو می دهد که امیدواریم با یک صدای همگانی مبدل شده و تا واتیکان تنین اندازد. لیوناردو دیکاپریو موفق شد تا برای بار اول جایزه بهترین بازیکن مرد را در فیلم ریوننت یا برگشته به دست آورد. در این فیلم او نقش پدری را بازی کرده که برای انتقام قتل پسرش فرسخ‌ها راه پربرف را با دشواری می پیماید.
ساختن فیلم ریوننت یا برگشته در مورد رابطه یک مرد با جهان طبیعت بود. ما در سال 2015 احساس کردیم که گرمترین سال در تاریخ بود. ما برای یافتن برف باید در پایین ترین قسمت جنوب کره زمین می رفتیم. تغییر اقلیم واقعیت دارد و همین اکنون اتفاق می افتد. کریس راک، کمدین که میزبانی این مراسم را به عهده داشت، مراسم را با طنزهای زننده در مورد موضوع جنجال برانگیز عدم حضور سیاه پوستان در فهرست نامزدان جوایز آغاز کرد. من عکس های حداقل 15 سیاه‌پوست را در جمع عکس ها دیدم. من اینجا در اکادمی اواردز هستم که به نام جوایز انتخابی سفیدپوستان مشهور است. این را بدانید که اگر آنان میزبانان را هم نامزد می کردند، من اصلا این وظیفه را حاصل نمی کردم. الیاندرو ایناریتو، کارگردان فیلم ریوننت یا برگشته، هم جایزه بهترین کارگردان را به دست آورد. So what a great opportunity to our generation. چه یک فرصت بزرگی برای نسل ما که واقعا خود را از تمام تبعیض‌ها رها سازد. این طرز تفکر قبیلوی را می‌دانید و برای همیشه این را باور داشته باشید که رنگ پوست و یا جلد مثل درازی موی ما کاملا بی‌ربط است. در این مراسم جو بایدن، معاون رئیس جمهور، نیز حضور غیر مترقبه یافت. با وجود پیشرفت‌های قابل ملاحظه در چند سال گذشته، تعداد زیادی از زنان و مردان در پوهنتون‌ها قربانی سوء استفاده‌های جنسی می‌گردند. تخمین می‌رود که بیشتر از 40 میلیون نفر در سراسر جهان مراسم اعطای جوایز اسکار را دیده باشد. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. برمیگردیم به خبرهای مربوط به افغانستان. مقامات بخش محافظت کتلوی ولایت هرات برنامه آگاهی دهی را برای بیش از 70 تن از مسئولان صحوی امور صحی در شهر و ولسوالی‌های 15 گانه هرات راه اندازی کردند. هدف از برگزاری این برنامه شناسایی نقاط ضعف دوره‌های قبلی و بهتر برگزار شدن اولین برنامه واکسین عمومی بهاری در ولایت هرات خوانده شده است. فاروق فیضی با شرح بیشتر. اینها کوردیناتوران بخش واکسین در سطح شهر و ولسوالی‌های هرات هستند که در مرکز محافظت کتلوی جمع شدند تا برایشان از سوی مسئولین یونیسف و مرکز محافظت کتلوی برنامه‌های آگاهی دهی آموزش داده شود. مسئول بخش محافظت کتلوی در هرات هدف از ایجاد این برنامه را شناسایی نقاط ضعف دوره‌های قبلی واکسین در این ولایت عنوان می‌کند. دکتر غلام محبوب دانش، مسئول بخش محافظت کتلوی در غرب کشور، میگوید در کمپاین های گذشته واکسین مشکلات متعددی وجود داشت که بدین منظور برنامه آگاهی دهی در این ولایت را اندازی شده است. حدود 70 نفر از کوآردیناتورهای سطح ولایت هرات برای ترنینگ مجدد جهت اجرای کمپاین NID و مرکز API دعوت شدن و در دو موقعیت برای از اینا توسط ترنرها و همکاران سازمان صحی جهان و یونیسف برای از اینا ترنینگ داده میشه. در این برنامه تلاش بیشتر می شود تا برای کوردیناتوران بر علاوه اینکه برنامه های جدید که ارتباط به واکسین بهاری می گیرد آموزش داده شود، بلکه برایشان اخطاریه هم داده می شود که اگر کدام کاستی در مناطق کاریشان به وجود آید، آنها از کارشان سبکدوش خواهند شد. یک پلان وسیع به کار داره، پس این آموزش به کار داره که ما باز از اینجا گرفتیم، ان شاء الله رحمان باز اینجا بتونه سوپروایزرها خود ترن بکنیم و اونا آموزش بده، باز اونا بتونن رضاکارا تربیت کنن. از هر قریه و از هر محیط ما دو نفر رضاکار میگیریم، به اونا آموزش بدیم که با چی نوی و با چی امکانات و چیزی که نیازمند است به دسترس از اونا میخوریم تا اونا بتونن همو واکسین یا پروگرامی که خواسته تمام افغانستان است که بتونن همین پولیو رو ریشه‌کن بکنیم. شمار دیگر از این اشتراک کنندگان ایجاد این گونه برنامه ها را برای مبارزه با پدیده پولیو یا فلج اطفال مفید عنوان کرده، از برگزار کنندگان می خواهند تا این چنین برنامه های آگاهی دهی و آموزشی را بیشتر سازند. اینها می گویند در این دوره آگاهی دهی موضوعات جدیدی نیز آموزش داده می شود که می تواند تغییرات مثبت را در راستای بهتر برگزار نمودن کمپاین های بهاری واکسین در هرات ایجاد نماید.
بعضی هم هستن چرا در مراحل قبلی در دورهای قبلی هم به جای اینکه مثلا یک پنجر رنگ بکنم به اون مارکر از اون مارکر به دم دروازه هم استفاده میکردم برای نوشتن از او و یا مثلا از او تک تک به دم دروازه ها برای صدا کردن خانواده هم استفاده میکردم. این من به مو خاطر گفته شد. این برنامه آگاهی دهی برای کوردیناتوران بخش واکسین در ولایت هرات در حال برگزار می شود که قرار است تا دو هفته دیگر اولین برنامه بهاری واکسین سرتاسری در شهر و ولسوالی های ولایت هرات برگزار شود. از سوی هم در این اواخر علمای دین نیز از طریق منابر و تکایا مردم را تشویق می کنند تا اطفال زیر 5 سال خیش را جهت واکسین به مراکز صحی و یا هم به نزد تیم های سیار واکسین ببرند. فاروق فیضی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، هرات. اخیرا در حومه شهر واشنگتن یک ساختمان جدید با معماری سبک اسلامی قرن 16 معمار شده که بر جمع سایر ساختمان‌های ارزشمند و دیدنی این شهر افزوده است. مرکز دیانت آمریکا مربوط جامعه ترک‌ها در ایالات متحده است و متفاوت‌تر از سایر اماکن اسلامی اعمار شده است. همکارم جیلا ناصری جزئیات بیشتر در مورد معماری این مسجد بزرگ را در این گزارش دنبال کرده است. الله اکبر. مرکز دیانت آمریکا یکی از مراکز بزرگ اسلامی است که محوطه آن 15 هکتار زمین به اندازه بیشتر از 20 میدان فوتبال است. در ساختن این مرکز اسلامی چند پروژه‌ای حدود 90 میلیون دلار از طرف اداره امور مذهبی ترکیه به مصرف رسیده است. این مرکز توسط جامعه مسلمانان آمریکایی برای گردهمایی های فرهنگی مورد استفاده قرار می گیرد. کار ساختمان این مرکز اسلامی حدود 3 سال طول کشید که اکنون مسئول آن جامعه ترک ها هستند. از احمد ایدلک سرمنشی این مرکز در مورد مهندسین این مرکز پرسیدم. مهندس اصلی این مرکز ترک است. اسم شرکت مهندسی حسه است که آنها در ساختن مساجد با طرح‌های قرن 15 حرفه‌ای هستند و مانند این مسجد یکی در توکیو و یکی در استانبول ساختند. همچنان مهندس آمریکایی در ساختن این مسجد همکاری کرده که قوانین آمریکا در این تعمیر در نظر گرفته شود. مرکز دیانت در مجموع 5 تعمیر دارد و گاراژ زیرزمینی همراه با چای وابسته به حرارت مرکزی زمین دارد. طرز ساختمان این مرکز به سبک قرن 16 زمان عثمانی است. تعمیر هم مربوط مرکز فرهنگی است. یک تعمیر مهمانخانه، سالن برگزاری محافل، رستوران و مغازه ها و همچنان حمام ترکی با حوض و جای ورزش دارد. روزهای جمعه سالن بزرگ مسجد از مسلمانان آمریکایی پر می شود که با خانواده هایشان برای ادای نماز می آیند. زنان در سالن نمازگزاران بدون هیچ مانعی امام را نیز دیده می توانند. در محوطه مسجد دروازه 1 میلیون دلاری است که با هنر حکاکی با تکنیک کندکاری در چوب ساخته شده است. در وسط حوالی آن آبشار آب و نلهای آب مسی است که اینجا را به شکل قدیمی نشان می دهد. منبر یا کرسی امام کاملا از چوب در ترکیه ساخته شده است. در این نوع چوکی از هیچ نوع سرش و میخ یا چسب کار گرفته نشده است. محراب مسجد از سنگ مرمر و برگ طلا توسط یک هنرمند ترکی ساخته شده است و در وسط آن 99 اسم خداوند به گونه شجره حیات نوشته شده است. در صحبت با امام دریافتم که وی آرزو دارد مردم در سراسر جهان در مورد اسلام و همچنان از رسوم و تجاربی که سالها در ترکیه وجود دارد آگاه شوند. مسجد همچنان یک صنف حفظ قرآن را برای شاگردانی که از 10 سال شروع می شود آغاز نموده است و همچنان کورس های فراگیری زبان عربی و ترکی دارد. برنامه حفظ قرآن از سال گذشته آغاز شد و 13 شاگرد داریم که در دروس آنها سرگرمی های دیگر نیز شامل است. بر علاوه فراگیری لسان عربی و تجوید برنامه ویژه فراگیری قرآن برای بزرگسالان و بانوان داریم. با آنکه همه کودکان آمریکایی هستند اما آنها آمدن به اینجا را خوش دارند. به خصوص که جزء تقسیم اوقات درسیشان آب‌بازی و ورزش نیز است. مرکز اسلامی دیانت ساختمان بی‌نظیر و مفید و محیط زیست دارد. احمد میگوید با اعمار همچو تعمیر از مصارف مواد سوخت کاسته شده است. ما برای گرم نگه داشتن این مرکز از سیستم حرارتی زمین استفاده می کنیم. سیستم جیوترمال بیشتر به نفع محیط زیست است. ما همچنان در قسمت بازسازی و سایر فعالیت هایی که طرفدار محیط زیست باشد توجه می کنیم.
قرار گفته احمد ایدلک، مرکز دیانت امریکا قرار است در آغاز ماه اپریل با دیدار رئیس جمهور ترکیه از واشنگتن رسما افتتاح شود. از رئیس جمهور با ما نیز برای شرکت در این محفل دعوت به عمل آمده است. مرکز اسلامی دیانت که با بودجه کشور ترکیه آباد شده، ساختمان از یکی از ساختمان بسیار پیشرفته اسلامی است که در اینجا مسلمان آمریکایی برای ادای نماز جمعه و نماز عید و همیشه بر نماز اینا میآیند. همچنان در اینجا فرهنگ کشور ترکیه را برای مردم آمریکا و برای جامعه آمریکایی معرفی میکنند. ژیلا ناصری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، لنهم، ایالت مریلند. بخش دری برنامه امروز تلویزیون آشنای صدای آمریکا هم همینجا به پایان میرسه. همکارم سید سلیمان آشنا تا نیم ساعت دیگر با شما خواهد بود. خدا نگهدار شما. تیم آشنا صدای آمریکا هر روز را با یک مرام آغاز می‌کند. با دولو چارو که در آمریکا غگ